این خوشه‌های سنگین گندم نیست، بلکه زراعتی است به نام تریتیکاله. تریتیکاله از تلاقی گندم و چابدار به وجود میاد، زراعتی کم توقع و مقاوم به شوری، خشکی و آفات. سنزدگی نداره، در مقابل زنگ مقاومه، آب کمتری میخواد، به کود اوره نیازی نداره خیلی و علف خوش هم نمیخواد. از اونجا که تریتیکاله هم به صورت علوفه‌ای و هم دانه‌ای برداشت میشه، میتونه جایگزین مناسبی برای گندم، جو و حتی ذرت باشه. ذرت رو باید در روز یه آب بدیم تو تابستون. تریتیکاله با دو تا آب تو بهار قضیهش جمعه و فوقش آب هم تو پاییز. در سالهای اخیر کاشت تریتیکاله مورد استقبال کشاورزان واقع شده و استان فارس با 1500 هکتار سطح زیر کشت بزرگترین تولید کننده این زراعت با ارزش محسوب میشه، محصولی که بزرگترین ارزش آن در نان تریتیکاله است. اما این اولین نانوایی نان تریتیکاله در شهرستان مردش هست که به بهره برداری رسیده که از این پس نان تریتیکاله هم بر سر سفره مردم ایران بیاد. نون ساده میزنیم، شویدی و کنجدی. حالا اون تحقیقاتی که انجام دادیم دیدیم برای فشار خون به خاطر پتاسیم بالاترش میتونه برای بیمارانی که حالا مشکلات حالا ضعف یا مثلا ضعف قوای جسمانی اینا دارن استفاده بشه، توی برای کنترل دیابت و حتی جلوگیری از دیابت بسیار مؤثر هست به خاطر اینکه فیبر بسیار بالایی داره، به خاطر منیزیم بالایی که داره میتونه به عنوان یه نون به عنوان ضد سرطان استفاده بشه. در حال حاضر روزانه یک تن نان تریتیکاله تولید میشه، نانی که تا 3 ماه تاریخ مصرف داره. ما الان اینو به جزیره کیش داریم میفرستیم، شهرستان کرج و بوشهر.